دم دوستان گرم، میام لایف شب قطع شد. دوستان بیان بالا ببینیم چه خبره. آقای لوکس بیا بالا، دو سه تا دیگه دوستان بیاریم بالا که بهتون بگیم. سلام، درود بر شما، بفرمایید جانم، در خدمتم. مخلصم آقای دانا. من یه ایده داشتم در مورد این موجی که الان رو افتاده. نظرم این بودش که الان چون جو زدگی هستش مخالفت نکنیم، بگیم باشه ما تسلیت میگیم، ولی آدمی که خائنه خیلی آدم بدی، آدمی که شکار میکنه خیلی بده، با فطرت طرف باش بحث کنیم. بالاخره اینا برانداز یا رضاباز نیستن که نفهمن، فقط جلب زدن. الان که مخالفت کنی از نظر من کار اشتباهیه. بازم به خودت حال نظرتون محترمه. مورد بعدی هم فقط خب این چه که من مورد خیلی من سلامت شد. من خیلی تلاش کردم، فکر میکنم لایوتون 2-3 ساعت شد. فکر میکنم اکشن بلاک هم، من هر ریکوستی که دادم یا کامنتی که گذاشتم متوجه نشدی. بعد آخه اینکه 250 نفر چیز دارن، 250 نفر ریکوست دارن، یعنی من یه اینجوری میکنم رندوم میزنم میاد بالا. اون اتفاقی که توسط آقای خمینی افتاد توی انقلاب 57، من مثلا به ذهنم اومدش که اون مسیری که دوستاش هدایتش کرد و از اون جو عمومی 90 مثلا خورده درصد استفاده کرد، یا اینکه زمانی که سفارت آمریکا رو اشغال کردم، من به روایتی شنیدم که ایشون مخالف بود، ولی اومد گفت انقلاب دومه و به این دلایل بود. مثلا شما الان بیان بگیم اوکی، آقای شجریان خدا بیامرزش آدم بزرگی بوده، ولی این صفات خیلی بده و با استدلال اونا رو میشه جذبشون کرد. من اینکه بخواد فقط بحث مخالفت تنها باشه فکر میکنم جذاب نباشه براشون. در حال لطف کردید باید بالا، من دوستان دیگه سلام با عليكم. اجازتون بیانم بالا. زنده باشید. ممنون. البته خب ما که مخالفت خالی نمی کنیم، که تمام مخالفینمون مخالفت چشم بسته نمی کنیم، تمام زندگی این آدم رو از اون منظر تحقیقات خودمون بیان کردیم و مرحله داستان شجریان هم از این مرحله گذشته که مثلا بگیم که الان چون چیزی بس سکوت کنیم، نه الان مرحله. خب این دوستمون آوردیم از سلام طرف اینترنتشون، بالاخره به زور اومدن بالا. درود بر شما، بفرمایید. حال شما خوبه؟ درود بر صدا شما، زنده میاد؟ باشید، بفرمایید، در خدمتم. سلام زنده باشید، بفرمایید. علیک سلام باید بگی یا فکر کنم من درسته؟ درود بر شما گفتم، شما نمیشنوید. سلامت باشین، ببخشید. من دوتا خواهش از شما دارم قبل از اینکه صحبتمو با شما داشته باشم. اول اینکه من استاد شجریان رو بت نکردم، که خدایی نکرده مثلا بگم از این بالاتر، از این بالاتر، از ایشون بالاتر، خودش با کلام خودش تو کتاب خودش که الان روبروم هست، دستم هست، شاید ببینید، هست که گفتن که آقای شجریان شما مثلا فکر میکنید بعد از شما مثل شما کسی بیاد؟ ایشون تو کتابش درج کرده که مثل من نمیاد، از من بهتر میاد. حالا من این کاری به این، تو پرانتز اینو گفتم، کاری به این جمله ندارم. اینو میخواستم بگم شما یه آدم بزرگوار، یه آدم خوب، اصلا میگم خیلی ها دارن از با شما در تماسن، تصویر شما رو دارن میبینن. من اول از شما خواهش میکنم یه عبارتهایی رو به کار ببرید که مثلا میگن آقای امید دانا چقدر خوش کلامه، حرفایی که مثلا خوب نیست، مثل این کلمات
ار کردن و نمیدونم فلان اینا بده. اینو شاملو با اینو استاد ادبیات خیلی از عزیزان شاملو با اگه این حرفو زده خیلی بده. شما نگو ببخشید. شما نام گرامیتون چیه؟ شما نام گرامیتون من چیه؟ علی هستم، احمدی. جناب علی، اولا اگر نیست شاملو این حرفو در خب جناب علی، جناب احمدی، آقای شاملو این حرفو اگر نیست، ایشون توی دانشگاه برکلی اینو قشنگ ویدیوش موجوده، میتونید نگاه کنید، دقیقاً این جمله آقای شاملو هست. یعنی من صحبتام اگر مگر نداره، واقعا این جمله رو گفته. ولی آیا شما نه میخوام کلامتو قطع میکنم این صحبت ها همه برون مایه ایه. اگه شما در من نقد درون مایه ای دارید به من بگید که چرا شما شجریان و الگو میدونید، در این حوزه صحبت کنید. صحبت الگو گفتن اینا نیست، میگم این هر کس که خوبه. الان صدا میاد؟ بله عبارت بله 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 هستین. مثلا فلانی که حالا آقای شاملو هر کس دیگه، اصلا دوست ندارم که به قرآن پسر شما پسر من پسرم استاد شجریان گوش نمیده، هیچ مخالفتی هم باش ندارم اصلا. شما خودتون شجریان گوش میکنید؟ من معذرت میخوام، خیلی دوست دارم با شما صحبت کنم، اینترنتتون خیلی ضعیفه. خیلی ببخشید شرمنده، من آوردمتون پایین چون وقت دوستان داره گرفتم باهاتون صحبت کنم. خیلی دوست داشتم صحبت کنم خدا شایده، ولی اینترنتتون خیلی ضعیفه. من شما رو 4 بار تو بین 200 خوده آدمی که میخوام بیان بالا 4 مرتبه گرفتم، به امید اینکه بالاخره یک مخالفی اومده و میخواد حالا صحبت کنه، ولی متاسفانه نتتون خیلی ضعیف بود. من فرار نمی کنم از مخالفین و خب نقد محتوایی هم از شما ندیدم. یکی از مغلطه‌هایی که عموما هواداران شخصیت رو می کنن وقتی که نقدی می کنیم از شخصیت ها، یک سری مغلطه‌ها اینه که آقا مثلا طرف دیگه مرد دستش کوتاست نقد نکنید. خب اینجوری که هیچکی رو نمیشه نقد کرد، یا اینکه آهای مثلا با ادبیات کسی که مثلا استاده با ادبیات درست، نه اینا که نقدهای برون مایه‌ایه. نقد درون مایه‌ای که چیزایی که ما گفتیم آقای شجریان، نقد درون مایه‌ای اگر وجود داره من خیلی خوشحال میشم که نقد درون مایه‌ای بشنوم. آقای سجاد شما بیا بالا، این دوستمون من چند بار آوردم بالا، اینترنتشون متاسفانه خیلی ضعیف بود، خیلی دوست داشتم که باهاشون صحبت کنم. به هر حال درود، صدای من میاد؟ صداتون میاد ولی تصویر نداره، تصویرتون اینترنتتون ضعیفه قربونت برم. اینترنتتون ضعیفه شرمنده. خب ما شما بیا نه قبول نکرد شما حالا شما بیا سلام آقای دانا. درود بر شما، بفرمایید. حالتون خوبه؟ زنده باشید، بفرمایید. آقای دانا یک سوال داشتم. بفرمایید، چون تصویرم ندارید کوتاه بگید که با دوستان دیگه هم بیان. چش آقا شما باش. با این موافقید که 41 سال آزادی های مدنی از جوانان گرفته شده؟ 100%. خب حالا منظور در موردش به چه ربطی به سوال دارید؟ بعد شما نه در مورد شجریان نیست. خب ما موضوعمون امشب در مورد شجریانه. ببخشید حالا حواسم نبود اصلا. خب خیلی بده شما بعد تصویر ندن اورد تصویر ندادی و صحبت ما در مورد شجریانه. خیلی بدم هست که میگید من اصلا حواسم نبود، این که چیز جالبی نیست. خب اجازه بدین که کدوم دوستان میخوام بیام. من دارم میگم نوبت که میدونم همینجوری به صورت ریکوست میام. آقای تو مای همچنین بیایید ببینیم بالا داستان شما چی عزیزم. سلام عزیزم، تصویر شما نیستش قربونت برم. بله خب بفرمایید. باید شرمندم برم نیست.
شما بیا بالا عزیزم. میدونم مخالفم هستی، حداقل جرأت کن تصویرتو نشون بده دیگه، نمیشه که. سلام. درود بر شما، زنده باشید. درود بر شما، خوبین؟ قربونتون برم، ممنون. سلامت. خواهش میکنم. اینترنتتون ضعیف بکنم. بله بفرمایید. صدای منو داری؟ صدای منو داری؟ بله الان. زنده باشید. بله صداتون دارم. خواهش میکنم. توی لایو باهاتون باشیم. سلامت باشید. عرضم خدمتتون که در خصوص آقای گلپایگانی، من نمیدونم شما حالا از روی چه علمی این صحبت رو میکنین، اما من چند سال پیش یه فستیوالی بود که حالا در مورد خواننده ها و کسایی که سخن میگفتن در خصوص این قضیه. خودتون قطع شدید، من دستان به خود نکردم. خودتون قطع شدید، یقه منو نگیرید بعدا. خب خودتون قطع شدید. خب نه نت من که کامله، نت شما ضعیفه به نظرم. من بعضی نت نداریم، نه نت من قویه. شما رو بیارم بالا. بیا بالا عزیزم. یکی دوتا دیگر رو میاریم بالا از عزیزان رو به لایو امشب میبریم. آقای حسین دارم میگیرمتون، شما نیومدید بالا هنوز. آقای حسین یک، آقای حسین دو، آقای حسین 76 3. خب شما نیومدید بالا، عجیبه. خب مورد بعدی کسی که دفاع میکنه یعنی موافقین شجریان که در چارچوب منطقیه نمیتونن، یعنی واقعا. خب مخالف که نداریم که، مخالف کو از تو مخالفا نمیان بالا که مخالف، یعنی درخواست نمیدن که. خب حالا دیگه دقیقا کیفیت مخالف بالا نسبت عزیزی که به نام آقای علی اومد بالا، کیفیت مخالفینم بالا نسبت این علی آقا در سطح صدای خودش و شخصیت خودشه دیگه. نه مثل شما رو من بیارم بالا. نه بانو که نداریم. بس ببینم آخه یکی نمیشه من مخالفم، بعد تو مثلا هیچ آیدیت هیچ چی نداره، مثلا نمیشه که قربت برم. الان یکی هم که دارم میارم بالا خالی بس مخالفم، ولی دارم میارم بالا. این مرتضی بیه بالا عزیزم. مخالفین که جرأت رو در روی ندارن، خیلی ساله جرأت رو در روی ندارن. درود بر شما، بفرمایید. سلام. زنده باشید، بفرمایید، در خدمتم. قربتون برم، بفرمایید. خواستم یه توضیحی بدم. من معلم موسیقی هستم. خواستم یه توضیحی بدم در رابطه با آقای شجریان. قبل از اینکه حالا همین که شما میگید کاملا درسته، کسایی که میگن شجریان شجریان، اصلا شجریان رو نمیشناسن. من کسی هستم که حداقل 90% از آهنگاشون رو حفظم و از روزی که چشم وا کردم ایشون رو دوست داشتم. الان هم نوازشون استوری گذاشتم، نوازشون رفتم اونجا و با شخصیتشون هم کلن موافقم با شما. شخصیت خوبی ندارن ایشون، مخصوصا تو 10 سال در 12 سال اخیر که حالا من بیشتر به یه سنی رسیدم که بیشتر تونستم درک کنم. و ولی حالا گفتید که مخالفت، من داشتم لایوتون رو نگاه میکردم، میشه که حرف منطقی نمیزد. یه توضیح من در رابطه با موسیقی ایشون میخوام بدم. این که میگید همه را از دور خارج کرده، این درسته، حرف شما رو توی این بود قبول دارم. ولی یه مسئله هست، توی دنیا هر هنرمندی رو با موسیقی لایوش میشناسن، موسیقی که باید بره جلوی طرفداراش بخونه بزنن. و ایشون آقای شجریان فکر میکنم 90% از کاراشون کارهای کنسرتشون، یعنی اجرای زنده شونه. خیلی فرق داره با حتی پسر خودشون که استدیویی کارا رو جمع میکنن و اینطور هست، چون کاراشون همه لایف بوده. و حالا اون توی اون چیزایی که ازشون مونده، من فکر کنم خیلی از کنسرتاشون هم دیدم و دارم حتی تو آرشیوم.
ایشون فالش نمیخونده و صدای خوبی داشته، ولی خود ایشون مثلا هنجرش از صدای آقای ایرج ضعیف‌تر بوده، خودشون گفته بوده که من اگر هنجره ایرج رو داشتم رو ابرها سیر میکردم. ولی از نظر موسیقایی صدایی داشتن که به هر حال یه هنری داشتن، اینطور نبوده که، حالا من قبول میکنم که شما دوستش ندارید و میپذیرم من گفتم من سواد من ببین من برعکس شما من سواد موسیقی ندارم اصلا، من که گفتم من در مورد مسئله موسیقی اصلا نه صاحب نظرم، من نظری که من دارم یه نظر کاملا عام بود نه نظر خاصی، چون مثلا حرفی که شما زدید کاملا درسته، من با اون حرفا کامل موافقم، مخصوصا از سال 88 که خب بر خود من این عیان شدش که کاملا ایشون یه موج سواری میکردن و هر سری با هر داستانی شکل رنگ عوض کردن، این واقعا یه خود رو نبود. هنرمند مشکلش از جایی شروع میشه که قاطی یه سری بازی های سیاسی بشه دیگه، بعد از اون هنرش به چشم نمیاد، شخصیت خودش رو میاره وارد موزیکش میکنه، و وقتی شخصیت، ببین موزیک یه چیز پاکیه، نباید آدم قاطیش کنه با یه سری چیزایی. این بحث دسته، بحث بخش موسیقی چون سواد ندارم بحث نمی کنم، چون اصلا نمی تونم صاحب نظر نیستم، چه می دونم اصلا نوت چیه و موسیقی چیه که بخوام نظر بدم. ولی شجریان از نظر واقعا شخصیتی 10 سال نبود وارد سیاست شد، ایشون از همون روزی که در اواخر حکومت پادشاهی علیه شاه اومد ترانه خوند اینا، وارد این فاز سیاسی شد. بله گوش کردم کلا اون برنامه رو کامل دیدمش. نه سیاسی و ایشون فقط سیاسی نیست، منفعت طلب. بعد شما بیای در همون ابتدا با روزنامه بامداد ارگان حزب توده صحبت کنی، زیرا به تمام خواننده‌های زمان شاه بزنی، نه مسیری که ایشون رفت من با شخصیت شجریان، من اگر ما خواننده بعد زیاد داریم چون اصلا به اونا نمیپردازیم، شجریان چون دارن تبدیلش به یک الگو میکنن، من حوزه کاریم روشنگری و در چارچوب بحثای واقعا اجتماعی سیاسیه، در این حوزه دارن ایشون رو الگو میکنن، در حالی که ایشون هیچ کدوم از پارامترهای الگو شدن رو نداره، یعنی نه تنها نداره، ایشون اصلا کجا داره این بخش رو دوست دارم صحبت کنم. این بودی که شما میگید کامل درسته، من با تو موافقم، یعنی از نظر شخصیتی بعد از، یعنی موزیکش رو اجرا کرد تموم شد رفت، به نظر من با خواننده بعد از این که موزیکش رو ارائه داد کاری ندارم، خواننده حرفش رو توی آهنگش میزنه، این که چجوری زندگی میکنه، این که چجوری لباس میپوشه، این که اینا نه آدم های عادی هن، هیچ فرقی هم با بقیه ندارن، تازه میتونن بدترم شجریانه که تو جامعه به عنوان یه آدم عادی نمیده که در حد خدا و امامزاده دارن میبرنش بالا. یعنی من با این موافقم، حالا اینو بگم خندت بگیرم، من صبح تا شب به ابی فوش میدم ولی از صداش خوشم میاد، ترانه‌هاش هم توی گوشیم هست گوش میکنم، ولی تمام برنامه چند تا برنامه من فوش دادم به ابی ولی گوش میکنم ابی رو. حالا شجریانو خوشم نمیاد، اون نظر عام منه، خوشم نمیاد که ببخشید طرفتو بگه گور بابا امید دار نکه خوشت نمیاد، اینجا منطقیه، ولی اونجایی که از شجریان میگن الگو، میگن مردمی بوده، این ببخشید این دیگه خیلی کجاش، من میخوام این بخش کجاش زندگی این آدم، من میتونی چون من گفتم که هیچ پارامتری برای الگو شدن این آدم نمیبینم، نمیخوام کجا این پارامتری وجود داره، ایشون اشرافی زندگی کرده، هم اصلا با مردم کاری نداشته، هم چندین بار جهت عوض کرده، این خیلی چیزاییه که دیگه هر یه دونش به نظر من کافیه که یک کسی بتونه. البته منم جهت خیلی عوض کردم، اون تا یه زمان آدم جهت عوض میکنه بر اساس صداقتشه، یه زمان جهت عوض میکنه بر اساس، یه زمان ایشون جهت‌هایی که عوض کرده بر اساس منافع شخصیش بوده کاملا، این ترجمه شما خیلی جالبه، هر جهتی که ایشون عوض کرده احتمالاً خیلی جالبه که هماهنگ شده با منافع شخصیش، به نفع منافع شخصیش بوده، این اون بخشی که من نقد می‌کنم، وگرنه تو بحث موسیقی من البته شما الان که موسیقی دانید اشاره کردید که موسیقی دانی موسیقی اقیانوسیه، برای هر کسی یه ظرفی برمی‌داره ازش، هیچ کم نمی‌تونه بگه من خوبم، الف باشو حداقل استاد من بیشتر بلدید دیگه، الف بای موسیقی رو می‌دونید، در صحبت‌های شما من متوجه شدم شما به هیچ عنوان صحبتی که کردی اون واژه خسرو آواز ایران اینا به شجریان نمیچسبه، حداقل تو صحبت‌های خودتون من فهمیدم، آیا شجریان تو همون بخش موسیقی خسرو آواز ایران شما میدونید مثلا حالا صاحب نظری تو این قضیه؟ ببینید خسرو آواز ایران، ببینید مثلا هنجره‌های قوی‌تر از آقای شجریان بوده، ولی آثار موندگار بیشتر از آقای شجریان ندارن، حالا این دلیلش میتونه یکی از همون حرفای شما باشه که میگید ایشون مثلا رقیبا رو از دور خارج کردن،
اما اون رقیبا که از دور خارج شدن چرا تو همون تو دور نبودن موزیک ثبت نکردن، نگه نداشتن که بعداً پخش کنن؟ اینا هم هستش. نمیخوام، میخوام بگم این سطحی که بهش دادن، این اینقدر که بولدش کردن، درسته کامل با شما حقش نیست، ولی اینطور هم نیستش که بگیم بی هنره، چون واقعا ما هنر کسایی داریم که بهشون میگن هنرمند که واقعا بی هنره، بله اون که من نمیتونم نظر بدم، ولی من فقط نگاه میکنم این رسانه‌هایی که امروز دارن شجریان شجریان میکنن، یک بار همین مهناز گوینا صدای شجریان رو پخش نکردن، این شما یه بار نمیدید کانال پی ال سی واسه شجریان بذاره، حتی من مهناز رو نمیبینم، ولی خب کامل حرفتون درست. یه بحثی خدمتون بگم فقط، این هم شاید براتون جالب باشه، چون من از طرفدارای قدیم نمیتونم بگم طرفدار، چون من به نظرم تو موسیقی ما طرفدار نداریم، ما موزیک خوب داریم، میتونیم بگیم من ابی رو دوست دارم، 10 تا آهنگش رو دوست دارم، ولی 100 تا آهنگش هم دوست ندارم. در رابطه با آقای شجریان هم همینطوره، من 100 تا آهنگش رو دوست دارم، شاید 2000 تا از آهنگاشون هم دوست نداشته باشم. ولی یه چیز جالب بهتون بگم، طرفداری که الان دارن ازش دم میزنن و من خیلی میسوزم از این بابت که این اصلا طرفدار ایشون نبودن، من که دارم بهتون میگم، من همینجا توی این لایو میتونم 90% از آهنگای ایشون رو براتون بخونم. خب یعنی این که من با اینا خاطره دارم، زندگی کردم. حالا شما شاید از همون موزیکات حالتون بد میشد، ولی من حالم بد نمیشد، حالا من این شکلی بود. ولی یه چیز جالب بهتون بگم، موزیک مرغ سحر که الان همه میگن اصلا برای آقای شجریان نیست. خدا خود آقای شجریان تو کنسرت ببینید خیلی این دردناکه. من هر وقت فکر اینو میکنم دوستان سرمو بکنم تو دیوار. فکر کنید من 30 سال خواننده‌ام، براتون آهنگ خوندم، تو کنسرتم که تموم شد از توی جمعیت داد بزنم مرغ سحر رو بخون، انگار مثلا ابی از تو کنسرت براش داد بزنم مثلا چه میدونم آهنگ هایده رو بخون، وقتی میای صدای پات اونو بخون. خب بعد ابی هم دیگه باشه میخونم برات. خیلی دردناکه شما تو کنسرتت که تموم میشه آخر بعد بگم مثلا یکی از آهنگایی که مثلا باش خاطره دارن، اون آهنگم داشتن که اینطور باشه برای طرفداراشون، ولی از توی کنسرت اعلام کردن که مرغ سحر رو بخون. ایشون خب توی همون کنسرتشون، اینا اصلا طرفدار نیستن، تو همون کنسرت اعلام میکنن که این آهنگ من نیست، این آهنگ فلان کسکه در فلان تاریخ، ولی خب چشم من براتون میخونم آهنگو میخونم، بعد این مرغ سحری که آهنگ خود ایشون نیست تو کنسرت بهش گفتن که اینجوری بخون رو الان به عنوان آهنگی که از ایشون هست یاد میکنن، یا میگن ربنا. ربنا من خودم آدم معتقدی هستم، ولی ربنا ببینید هر موسیقی هر چیزی جایگاه خودشو داره. ببینید ما توی عربی خوندن باید کلمات عربی کامل درست ادا بشه، حتی مثلا توی مسابقات اذانی که تو ایران میذارن، این سبک آقای مؤذن زاده که خیلی اذانشو دوست دارن میگن قبول نیست. چرا؟ چون ایشون به زبان حالا به لهجه خودشون و حالا موسیقی و آوای ایرانی دارن اذانو میخونن، ولی میگن خب اذان چون عربیه باید حالا با اون قاعده رعایت بشه، مثلا کلمه الله باید مثلا الله درست ادا بشه، نمیرسن ه باید به اون حالت باشه، حالا اینایی که بهشون چیز میکنن. ولی ایشون خب ربنا رو آواز خوندن، ولی خب حالا دوست دارن مردم، ولی ایشون این که جزء آهنگ محسوب نمیشه، اینکه ربنا که به قول شما فقط تو صدا سیما پخش شد براشون رو شنیدن. مرغ سحر هم که آهنگ خود ایشون نبوده، یه آهنگای قدیمی هم که زمان انقلاب خوندن، این آهنگ هم که حالا الان که موزه ایشون اصلا عوض شده با اون آهنگا، چرا با اون آهنگا دوستش دارید؟ بس اصلا کلا یه خورده قضیه و این طرف قضیه تهش اسکولیسم سیاسیه، ته داستان اسکولیسم و جوزدگی جامعه ایرانیه که خودش فقط میدونی چیزی که بهشون میفروشن جامعه، یعنی الان شجریان بی بی سی داره میفروشه به مردم، مردم هم رو جمعی الان بی بی سی تمام خبرها شد اصلا بابا تو انگلیس شما نشستید الان همه کرونا گرفتن دارید میمیرید توی انگلیس، بعد شما میاد روی خبر، برام مغرض بودن بی بی سی رو کجا آدم میتونه بفهمه؟ من که خب بیرون از گفتمان مذهبی ام، ولی 4 نفر تو مسجد بخوان جمع بشن عزاداری کنن برای امام حسین، بی بی سی خبر میزنه فاصله اجتماعی رعایت نشده، ولی الان شما اینه هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه هواداری آقای شجریان جلوی بیمارستان فاصله اجتماعی رو رعایت نکردن، هیچ خبری از این وضعیت شما نمی‌بینید. هوادار واقعی شجریان الان تو خونه‌اش نشسته، چون من خودم هوادار اگه به اون کسی که 90% از آهنگاش حفظ هوادار نمیگن پس چی میگن؟ من تا هوادارشم اینجا نشستم و هنوزم اون موزیکاشو دوست دارم، کاری به شخصیتش ندارم،
چون که موزیک رو من با شخصیت نمی‌سازم. شما اول نفری بودید که گفتید من واقعا 90 درصد مثلا تاثیرم نیده بودم حتی بگه 10 درصد کار شجریان رو گوش کردم. شما اول نفری بودید که گفتید انقدر گوش کردید. من خودم جا خوردم. من چون خیلی میسوزم خیلی میسوزم از اینکه این آدمایی که دارن الان جیغ بنفش میکشن اصلا نمیدونن ایشون کی هست، دوتا آهنگشو بلد نیستن بخونن، چرا میگید طرفدارشم؟ و خود ایشون هم این چند سال اخیر با این طرفدارش انگار بیشتر حال میکرده که انگار نمیدونم حالا چه داستانی پور نمال کاملا از اونها من سر در نمیارم، ولی اون چیزی که من منفعت طلب بوده، من یعنی منفعت طلبی شجریان یه چیزی برای من حد در عنوان یک کسی که پژوهش میکنم ثابت شده است. یعنی اصلا این نشان شوالیه که شما عرض کردید این رو من نمیدونستم و برام جالب بود. یه لحظه وایس، خیلی جالب شد اصلا. مثلا یه رقم نشون بدم، شجریان شوالیه فرانسه، مثلا یه دقیقه سرچ کنم عکس میتونم پیدا کنم. بله پیدا کردم عکسو. بله الان بهت نشون میدم. اینجا داره میگیره، شما بزنین و سرچ کنید نشم شجریان اینا، و شما نکنید اینجا داره شوالیه نشون میده، شوالیه رو به شجریان دارن میدن. اینا تصویرش رو دیدید؟ واقعا من خودم از همون آهنگ ای شادی آزادی و تفنگت را زمین بگذار، من دوزاری کجم افتاد که ایشون به هر حال من همه چیزایی که توی حوزه پژوهش میگم همه اینا، یعنی اصلا شما با یه سرچ ساده بزنید شجریان شوالیه فرانسه، تصویرش هست، خبرش هست، اصلا دقیقاً سرش رو میتونید بگم. حوزه فعالیت شماست و خب شما قطعا بهتر میدونی، ولی من لازم دونستم که حالا این دفاع رو ازشون بکنم که به هر حال صدای ایشون صدای تیره. ببینید سوم تیر 1393 ایشون دعوت میشه در سفارت فرانسه تو تهران و اونجا از سفیر فرانسه شوالیه نشان شوالیه فرانسه رو میگیره. ایشون شوالیه فرانسه است. ببین من از علیزاده مثلا خوشم بیم، من آدم مقرضی نیستم، مثلا از اون آقای علیزاده که با ایشون همکاره خوشم نمیاد، ولی ایشون دو سال پیش دعوت شد، این شوالیه این نشان رو قبول نکرد، نشان رو قبول نکرد. ولی خیلی خوبه دیگه این قابل. من برنامه با این که ازش بدم میامد برنامه ساختم ازش، سپاسگزاری کردم، دفاع کردم ازش، سپاسگزاری کردم. ببین شما نباید مقرض باشی تو امر پژوهش، و نه تنها نباید مقرض باشی، نباید هم حب داشته باشی. یعنی حب و بغض باعث میشه که شما تو امر پژوهش خودی آدمو میبره. ببین من خودم جز کسایی هستم که دوستش دارم، من حالا اگه دوستان من ببینن اصلا من جز کسایی هستم که ایشون همیشه با لقب استاد خطاب کردم، چون به نظر من استاد بودن. اما این که دلیل نمیشه که من از ایشون الگو برداری کنم، یا ایشون مثلا تو سال 88 بیاد به ما بگه که فلان فلان کنید و ما بگیم آها پس چون ایشون گفته. خب حالا صدای ایشون خوبه، مثلا کریستیانو رونالدو فوتبالش خوبه، بیاد فردا به من بگه من سرتونو بکوبید تو دیوار، من نمیگم که دست شما درد نکنه چشم، فوتبال ایشون الگو ان، فوتبال خوبن، ولی به هر حال ایشون هم باید یه سری چیزا رو رعایت کنن دیگه، بدونن که دارن چه مسیری رو طی میکنن. اینم خب الان عکس دردناکیه که شما دارید نشون میدید. این سفیر فرانسه داره نشان شوالیه رو به استاد ایران میده. این یعنی چیزیه که به نظر من اینا میتونست بگه که شما الان مقامات اسرائیل تسلیت گفتن مرگ آقای شجریان. خب این که مقصر شجریان خیلی ناراحت شدم. خب اونا گفتن این مقصر شجریان نیستش، که اونا میخوان ماهی خودشون بگیرن، اینجا مقصر شجریان نیست، ولی اینی که تا رو دعوت کنم بلنشی بریم این چیزه. شما گفته بودی که من شبی که ایشون فوت کنن برنامه دارم. چشم الان شما گفته بودید شبی که ایشون از دنیا برن من برنامه دارم. خب چرا فکر میکنید دشمنای ما یا حالا به هر حال کسایی که سال خواست دارن همین برنامه رو پیش میرن اونا برنامه نداشتن؟ خب اونا برنامه داشتن دیگه، برای میشه و همه دارن برنامه خودشون پیش میبرن دیگه. در هر حال دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم. من بچه ببندم دیگه ما چشامو خوابه و خانمم هم خوابیده و دیگه لایو رو ببندم. دوستان دمتون گرم دیگه، چند ساعت ما لایو اجرا کردیم، قربتون برم، شب و روزگار باش. بدرود. بعدش آقا شما بدرود.